سوال گفته در بدن یک انسان سالم و بالغ مجرایی که در جابجایی هوا بین گوش و حلق نقش دارد منظور شیپور استاشه. خب در ارتباط با شیپور استاش گفته کدوم جمله نادرسته؟ شیپور استاش برخلاف سطح درونی بخش حلزونی گوش دارای غشای پایه در سطح زیرین برخی یاخت‌های خوده. خب نگاه کن، شیپور استاش مجراه درون همه مجراهای بدن رو بافته پوششی پوشونده که قاعدتا زیر بافت پوششی هم ما غشای پایه رو داریم، اما سطح درونی بخش حلزون گوش هم ما بافت پوششی داریم و غشای پایه رو میبینیم. پس این برخلافی که اومده اول جمله الف باعث شده جمله الف جمله غلطی باشه. همانند مجاری نیم دایره گوش انسان، شیپور استاش مثل مجراهای نیم دایره ای به طور کامل توسط استخوان‌های با مفصل ثابت در جمجمه. خب به طور کامل غلطه. چرا؟ چون اگر بالا رو بخوایم در نظر بگیریم، اونجایی که شیپور استاش وصل میشه به مغز میانی، بله با استخوان جمجمه محافظت میشه، اما خب شیپور استاش تا حلق میاد و استخوان جمجمه تا حلق رو محافظت نمیکنه. پس به طور کاملی که توی گزینه دوم اومده، توی جمله دوم اومده، باعث شده جمله غلط باشه. برخلاف مجرای گوش بیرونی در ارتعاش صحیح پرده سماخ با استخوان‌های موجود توی گوش میانی نقش داره. خب مجرای گوش بیرونی هم دقیقاً توی جمع کردن صداها نقش داشت و باعث میشد پرده سماخ بلرزه، پس نقش داشت توی ارتعاش صحیحش، اونم که نقش داشت، اما اون برخلاف اون نیست. بعد اینجا هم مثل گزینه یک به جای برخلاف میگفت همانند تا جمله درست شه، پس غلطه. همانند بخش استخوانی حلزون گوش دارای یاخته‌هایی است که مواد دفعی خود را در نهایت به خون وارد می‌کنند. قاعدتا مواد دفعی داره هم بخش استخوانی که توی حلزون گوش می‌بینیم با توجه به شکل کتاب، هم شیپور استاش، و قاعدتا این مواد دفعی خودشون رو به خون میدن و مواد مفیدی رو که می‌خوان از خون دریافت می‌کنن. سوال از همون نادرست‌ها رو خواسته، الف ب و جیم نادرست شد، دال درست شد و جواب گزینه سومه.